از در واقع آخرین جدا شده از سازمان مجاهدین هستین که در 21 نوامبر 2008 در واقع خودتون رو به جهان آزاد اعلام کردید. میتونم بپرسم الان وضعیت شما به چه طریقی هست در کشورهای اروپایی؟ کمال خوشبختی تونستم خیلی سریع مدرک پناهندگیمو بگیرم و الان دارم توی اروپا تحصیل میکنم که بتونم به زودی وارد کار بشم. ما هم ضمن خوشحالی از اینکه شما تونستین به جهان آزاد پیدا کنید میتونم بپرسم که شما چه مدت با سازمان مجاهدین همکاری داشتید؟ همکاری من به صورت حرفه‌ای از سال 70 بوده، ولی خب قبل از اون هم از سال 64 من در جمع مجاهدین بودم، چون از موقعی که من بچه بودم از ایران خارج شدم به عراق رفتم، در مدرسه مجاهدین درس خوندم تحت آموزش های ایدئولوژی که اونا به قول معروف بزرگ شدم، ولی خب جایی رسید که فهمیدم که این اندیشه ها به درد من و جوانای مثل من نمیخوره. میدونم بپرسم که چه دلیلی باعث شد که شما از مجاهدین کنارگیری میکنید؟ به چه دلایل سیاسی، ایدئولوژی و تشکیلات؟ خب طبعا بزن یعنی کوتاه خیلی بگم، خیلی برای خیلی عجیبه که من که تو اونجا بزرگ شدم یا به قول معروف تحت اون تأثیر اون افکار و اون عقاید بودم چجوری بالاخره می‌رسیدم. ولی من خیلی ساده به همه میگم، میگم آزادی خواهی، عشق به زندگی و عواطف ذاتیه، چیزی هست که درون هر انسان هست. بالاخره حتی اگرم بخوام بکشنش یک نقطهش میمونه، وقتی شما اون نقطه رو بتونید بگیرید به این نتیجه میرسید که کجاها اشتباه کردید. من هم مثل خیلی از بچه های دیگه به این رسیدم که باید آزاد باشم، باید زندگی کنم و اگر هم عقیدهی مبنی بر آزادی خواهی دارم تو دنیای آزاد باید باشم، نه تحت تأثیر به قول معروف یک فرقه خاصی که خودم رو فدای کسی بکنم. من معتقدم که انسان‌ها برای آزادیشون میتونن فدا بشن، ولی نه برای کسی دیگه. به خاطر همین منم نخواستم که برای مجاهدین فدا بشن، برای رهبریشون. شما امروز در 10 کیلومتری مقر اصلی مجاهدین در اروپا اوبرسورواز در جلسه خودتون رو به دنیای آزاد معرفی کردید. هدفتون از این کار چی بود؟ اولا که جلسه ای ما اومدیم معرفیش کردیم خودمونه که شدیداً تحت کنترل پلیس و حفاظت پلیسه، چون اگه نبود گرفتن اینجا و جلسه رو به هم می‌زدن. منم خیلی اول کار متعجب شدم که چجوری پلیس اینجا رو محاصره کرده، گفتم شاید از ورود ما می‌خواد جلوگیری کنه، ولی دیدم نه، داره ما رو حفاظت میکنه. خب منم اومدم اینجا مثل بقیه دوستام بگم که چی بر سرم اومده و اومدم از طرف خودم و دو برادرم بیام خودمونو به طور رسمی معرفی کنیم که ما خواستار ملاقات مادرمون هستیم و میخواییم مادرمونو بیاریم به دنیای آزاد، میخواییم مادرمون از دربند بودن در اون فرقه در بیاد، میخواییم با مادرمون ملاقات کنیم، آزادانه صحبت کنیم و به عنوان فرزند و مادرمون بگیم که ما به تو نیاز داریم. همونطور که برادرهای من بعد از 18 سال بدون پدر و مادر در اروپا رها شده توی دنیایی که خودتون میدونید، دنیایی که با قول معروف مجاهدین میگن بورژوازی، تو این دنیا بزرگ شدن ولی بدون هیچ عاطفه مادر بالا سرشون نبوده. اگر فرض کنیم که صدای شما را از طریق این فیلم مادر شما میشنوه، در چند جمله کوتاه اگر پیام به مادرتون دارید میتونید بفرمایید و من مطمئنم این فیلم مجاهدین حتما خواهند دید. بله مجاهدین حتما میبینن، سرانشون میبینن، ولی طبعا به مادر من نشون نمیدن. ولی همونجور که من در آخرین دیدار با مادرم گفتم همونقدر دوستت دارم که تو منو دوست داری، شاید من کمتر، طبعا عاطفه مادری خیلی بیشتره، ولی خب الان من پیامم اینه، من ساسان و موسا همونقدر تو رو دوست داریم که تو ما رو دوست داری. ما میخواییم خواهان اینیم که با هم زندگی کنیم، چون ما یک خانواده ایم، یک خونیم، باید با هم باشیم.
اگرم با هم نباشیم باید رابطه داشته باشیم، بتونیم بیایم تو رو ببینیم، بتونیم باهات صحبت کنیم، بتونیم آزاد صحبت کنیم، نه اینکه تو وقتی حتی میخوای با تلفن با ما صحبت کنی یک نفر بالا سرت باشه بهت بگه چی بگی چی نگی و تمام سناریوی صحبت دین باشه که دو تا برادر من از اروپا بکشی بیاری، درسته که خودت هم نمیخوای. به عنوان آخرین سوال، تو خودت با توجه به تجربه‌ای که از سازمان مجاهدین داری چه آینده‌ای رو برای این تشکیلات پیش بینی می‌کنی؟ من هیچ آینده خوشی نمی‌بینم، چون توی مجاهدین بودم، از قلب اون بچه‌ها اومدم بیرون، از قلب جمعشون میدونم که تو اونجا چی می‌گذره. من هم امیدوارم که هر چیز زودتر مجاهدین به این نقطه برسن که فقط در اشرف رو باور کنن، بذارن بچه ها آزاد باشن، اون موقع میبینن که کسی تو اشرف میمونه یا نه، که خودتونم فکر نمی کنم باور کنید که کسی نمیمونه، چون همه میشناسن، ولی خب شرایط جوریه که اینا رو نگه داشتن، خفقان خیلی بالا سوشن. بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که روزهای خوشی رو در اروپا و آینده بهتری رو داشته باشید.